با درود بر هموطنان گرامی، مشیدی هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز شنبه است، پنجم ماه سپتامبر 2006 میلادی. بنده مجبور هستم یک توضیح تاریخی خدمتتون بدم در باب عرض میشود که تاریخ طبری، تاریخ نامه طبری و تاریخ های بعد از آن. وقتی ما میگوییم هویت ملی و به خود میبالیم و مینازیم و گردن فرازی میکنیم، واقع مهمترین رکن این هویت ملی زبان فارسی است. اگر این زبان نمی بود، اگر این اجداد نام بردار ما نمی کوشیدند و اگر حکیمی مثل فردوسی بروز و ظهور نمی کرد، اثری اونچنان به جهان عرضه نمی داشت و اگر ما امروز به زبان عربی صحبت می کردیم، بحث هویت ملی یک بحث بیهوده‌ای بود، چیزی نمی بود. چون مهمترین جلوه های هویت ملی زبان است. زبان پارسی، و امروز که ما می گوییم زبان پارسی دری، این زبان ملی ماست و بیش از 60 هزار اثر اصیل به این زبان تحریر شده است. عرض می شود که بایستی بدانیم که این مهمترین رکن است در قضیه هویت ملی، که این زبان از کجا آغاز شده است و چگونه آغاز شده است و عرض میکنم چگونه تطور یافته در روزگاران مختلف، که این بحثی است در سبک‌شناسی اینها بماند. وقتی نگاه میکنیم به گذشته و از اون روزگاری که نخستین عبارات آمده، این مورخین و محققین چه کارها کردند که بزنن آقا نخستین کسی که به زبان پارسی سخن گفت که بوده است، نخستین عبارات زبان پارسی دری چه بوده است. یکی گفت از سلمان پارسی، پس از اون که ابوبکر رو خلافت برگزیدند، به پارسی گفت کردید و نکردید. و پیش از آن نخستین عبارت پارسی، البته پیش از همین داستان سلمان، راجع است به عرض میکنند که ابو لولو قاتل عمر فیروز گفت بین اسرای نهاوند میگشت و عشق کودکان رو میسترد، کودکان اسیر، و میگفت عمر جگرم سوخت و چیزهای از این قبیل. یا اینکه نخستین شعر پارسی رو که گفت؟ بعضی گفتن بهرام گفته است، بهرام گور. منم اون پیل دمان و منم اون شیر یله، میگویند از بهرام گور است که او رو فرستاده بودند در این خانواد نوان ابن منذر که عرب بود برای تربیت و اینها. و گروهی گفتن محمد ابن وسیف سجدی، یعنی سیستانی، نخستین سخن پارسیه منظوم رو گفته است. گروهی گفتن ابو حفص سقطی و گروهی گفتن حنظله. اینا مهم هست، این جریان ها بسیار اهمیت داره. اما تا اونجایی که به نثر پارسی مربوط هست، عرض شود که بدون شک و تردید و شبه این مقدمه شاهنامه ابو منصوری قدیمترین نثر پارسی است که به همت مرحوم علامه غزنوی، روزگاری که در اروپا بود، این رو به دست آورده تصحیح کرده. اینها دوست صفحه هست، چیزی نیست. اما نخستین اثر مهم و معظم زبان فارسی، یعنی کاملترین نثر فارسی، ترجمه تاریخ طبری است، تاریخنامه طبری و ترجمه تفسیر طبری، که اینها هر دو در روزگار سامانیان انجام یافته است. سبک اون دوره سبکی است موجز، مختصر، بدون چربی و کلسترول و اضافات، بدون حشو و زوائد، بدون تکلفات و بدون عرض میکنم صناعات و بدون عرض شود که این اتناقهای ممل و حشو و زوائد خسته کننده. نویسنده سعی میکند که جان مطلب رو در کوتاه‌ترین عبارات بیان کند و تاریخنامه طبری چنین است. اگر شما یک لغت رو از اون بیرون بکشید، کل عبارت فاسد می شود، چون هیچ اضافی ندارد. برعکس روزگار مغل و بعد از آن که داستان رود درازی و حشو و زوائد هست و تکلفات منشیانه، این اثر چنین نیست. از شاهکارهای زبان فارسی بی نظیره در نوع خود. حالی تازه این رویه قضیه است. برمی گردیم به بطر مطلب که تاریخ طبری باشد.
یک ایرانی فرزانه، یک بزرگوار از ساری آمد و رفت و از شبت که به ری و از اونجا به بغداد تحقیق ها کرد. مرد نابغه‌ای بوده، مرد بی‌نظیری بوده، در اوج شکوفایی فرهنگ این مورخ بزرگ پیدا شده است. معاصران او ابو سعید ابوالخیر است و حکیم ابوالقاسم فردوسی است و عرض بکنم حکیم ابن سینا است و ابوالفرج اصفهانی است. چند روز پیش عرض کردم خدمت شما در زمان زایایی و پویایی این جامعه یک همچین مورخی پیدا شده است که حقایق امور مربوط به اسلام و پیدایش اون رو برای ما به یادگار بگذارد بدون تعصب. محمد ابن جریر یا پسر جریر. و بعد خبر این تاریخ عظیم به ایران رسیده و اون پادشاه ایرانی در خراسان بزرگ گفته است این کتاب رو بیاورید و به پارسی کنید تا مردمان بدانند. ولی مجلدات عرض میکنم که طبری رو اینها با چه حفاظتی در صندوق ها گذاشتند و بار شتر کردند و حدود 1100 سال پیش به خراسان بردند. علمای خراسان برگرد اون جمع شدند. یک پروژه بوده که بلعمی بر دوش گرفته و مورخان و عربی دانان خراسانی جمع شدند و این اثر رو ترجمه کردند. یعنی اگر ما در این مقوله عرض بکنم دستی بر آتش داشته باشیم، باید این کتاب روی سر بگذاریم و حلوا حلوا کنیم. خب از این هم بگذاریم. عرض شود که شکی و تردیدی نیست ما وقتی میخواییم راجع به امری تحقیق کنیم باید بگذاریم هر چه قدیم تر، به جهت اینکه در طول زمان قضایا تغییر میکنه، خاصه جامعه‌ای که به انحطاط میفتد همه چیزش به انحطاط میره و تاریخ نویسیش هم به انحطاط میره و دینش و تصوفش و فلسفهش هم به انحطاط میره. و این است که ما همواره خدمت شما عرض کردم برای کشف حقایق مربوط به تاریخ و تاریخ اسلام بایستی برویم تاریخ‌های 900 سال پیش به اون سو نه به این سو را بررسی کنیم، چون تاریخ اونها نزدیکتر بوده است به تاریخ صدر اسلام و نگاه این مورخان مثل فرض کنیم بلاذری و الواقدی و طبری اینها به این شخصیت ها اسلام نگاه کاملا معمولی بوده. اونا اینا رو آدم میدیدن، خدا نمیدیدن. از این مزخرفات و مهملات و این عرض میکنن که تبلیغات بیهودهی که بعد آمد در ذهنها راه نداشته. عالم بزرگ نظیر طبری محمد را آدم میدیده، علی را آدم میدیده، عمر را آدم میدیده، هیچ تعصبی نداشته و وقایع و حقایق رو اونطور که شنیده. البته هر شنیده اینم وارد تاریخ خودش با دقت و مراقبت تمام به واسطه کمالی که این مرد داشت و تقوایی که این مرد داشت و علمی که این بزرگ داشت اینها رو جمع‌آوری کرده و در تاریخ بزرگی خودش وارد کرده و همه مورخان بعد از طبری بر خان اون نشستن. از گردیزی بگیرید تا از شبد که این مورخین امروز بر خان طبری نشستن همه. حالا برای اینکه ما به شما نشان بدهیم داستان بر چه وجهی است، من دو تاریخ خدمت شما آوردم. یک همین تاریخ نامه طبری که ما به شما قول دادیم با یک چاپ فوق العاده زیبا، هر سبب که در روزگاری که امکان چاپ در ایران بوده اینا چاپ شده، ما توانستیم مجلداتی از این تاریخ به دست بیاوریم که برای هموطنان بفرستیم. تعدادش هم زیاد نیست. باری من آوردم خدمت شما، هر شبت که دو داستان برای شما میخوانم. یکی داستان ازدواج حضرت پیغمبر با خدیجه از قلم مترجمان تاریخ طبری، از همین تاریخ نامه طبری، و یکی هم از قلم میخون نویسنده کتاب حبیب السیر. فاصله اینها قریبا 500 سال هست. یکی تقریبا در روزگار ابتدای روزگار صفوی است، یکی هم در روزگار سامانی. ببینیم که این عروسی و این ازدواج رسول با حضرت خدیجه چگونه صورت گرفته و همچنین کشتن علی بن ابی طالب از قول دو مورخ. ببینید تفاوت از زمین تا آسمان هست. از این متن هر دو تاریخ بنده برای شما عیناً میخوانم، قضاوت با خود شماست. حالا ببینیم که طبری چه گزارشی کرده از این ازدواج و زبان چگونه زبانی است و بیان چگونه بیانی است، آیا به درد میخورد یا به درد نمیخورد. عرض میکنم که این کتاب هم سال هاست که بنده باش انیس و جلیس هستم، حالا میآورم خدمتتون. بفرمایید. حالا زبان رو ببینید، تفاوت دو زبان رو و
محتوای دو گزارش رو ببینید. بله خب، چون به مکه اندر آمدند، خدیجه بر منظره نشسته بود و به بدها بیرون همی نگرید. پیامبر را دید در میان کاروان بر شتری بنشسته و آفتاب گرم شده بود و ابر بر سر او ساوی کرده. خدیجه چون اون بدید شگفت آمدش و هیچ نگفت. پس چون کاروان بیامد و از اون بازرگانی سود بسیار آمدش افزون از هر سال، خدیجه گفت این مرد بر ما خجسته است. ما عبارت رو ببینید. خدیجه گفت این مرد بر ما خجسته است. و میسره را گفت دیگر که به شام روی محمد امین را باقیش ببر که وی سخت مبارک است. میسره گفت بسیار ماسره بله، و بگوید من اندر این را از این بزرگ همت بسیار شگفتی ها دیدم. و قصه راهب و درخت با وی بگفت. و خدیجه زنی بود داهیه و عاقله و با رای و خواسته فراوان. خواسته یعنی پول. هر کس از بزرگان مکه او را خواسته بود و او شوی نکرده بود. پس پیغمبر را علیه السلام بخوند و گفت یا محمد، تو دانی که مرا به شوهر حاجت نیست و هرگز رغبت به شوهر نکردم و اکنون زنیم به سال برآمده، یعنی سنم بالا رفته. البته خدیجه دو شوهر داشته قبل از پیغمبر. به سال برآمده بله، و بسیار کس از بزرگان مکه مرا خواستند و من کس را اجابت نکردم و مرا خواسته بسیار است و همی زایع شود و کس نگهبان نیست. و من به تو گراییدم از بهر اون که در تو امانت یافتم تا این خواسته مرا نگاه داری و عمت را بگوی ابو طالب تا بیاید و مرا از پدرم از بهر تو بخواهد. نصر 1100 سال پیش فارسی. همه اون میفهمیم چی میگه. و پدر خدیجه خوید هنوز زنده بود. محمد علیه السلام این سخن با ابو طالب بگفت. پس ابو طالب به نزد خوید شد و خدیجه را بخواست از بهر پیامبر و پیش پدر خدیجه خوید ابو طالب. خوید اجابت نکرد و گفت دختر من مهتران قریش خواستند و ندادم. اکنون چگونه مردی را دهم درویش که خود مزدور او بوده است؟ گفت این گداست، نوکر دختر منه، من چگونه دخترم بدم به این؟ چون این آگاهی به خدیجه رسید که پدرش چه گفت، خدیجه روز دیگر مهمانی ساخت و طعامها ساخت و همه مهتران و سادات قریش را و رؤسای مکه را مهمان کرد و پدر را بخواند و ابو طالب را بخواند. و چون از طعام خوردن فارغ شدن، می آوردند و بسیار بخوردن. ترفندی زد خدیجه، همه را دعوت کرد، دو تا بهرم کش، غذای بسیار داد، گفت شراب بیار. گفت پدر را بخوان. می آوردند و بسیار بخوردن و خوید را از همه بیشتر دادن. بیشترین شراب رو به پدرش هی داد خدیجه. چرا؟ که یه قول این ازدواج ازش بگیره. حالا برای مطلب از زبان خود مورخان بشنوید. و خوید را از همه بیشتر دادن که خدیجه چنان فرموده بود. دستور داده بود که آقا به این پدر من بدید بخوره تا حسابی سیامستش کنید. و مقصود وی آن بود که در مستی رضای وی بجویند تا بعد از آن از قول خیش باز نتواند آمدن. هر از وقتی قول میداد زیر قولش نمیزد. نه این بود. وقتی تو مستی ازش قول بگیریم، وقتی هم هوشیار بشه دیگه زیر قولش نخواهد. و همه دعوتیان را بر این داشته بود و نیز گفته بود تا بو طالب را کمتر دهند. یکی فرموده بود پیداست نوکر و کلفت و ساقی و اینها داشته. گفت به ابو طالب کم شراب بدین، به پدر من بسیار شراب بدین. حالا محمد هم هست، تشکیلات هم هست، شیوخ بزرگ عرب، رجال مشهور هم همه حضور دارن در این جلسه، دارن می میخورن. بله. پس خدیجه کس فرستاد و پیغمبر را بخواند و گفت برو و عمت را بگوی تا مرا از پدرم بخواهد از بهر تو. در اوج مستی که این پدر خدیجه کاملا دیگه مست بود، به محمد گفت برو به ابو طالب برگوشی بگو حالا خواستگاری کن، وقت خواستگاری الان.
و پیغمبر علیه السلام هرگز می نخورده بود پیش از وحی و پس از وحی. بیامد و بوطالب را بگفت چون ایشان نیک مست شدند، بوطالب خدیجه را از بحر محمد از خبید بخواست. خبید اجابت کرد، گفت باشه دادم، دست داد، گفت دادم، دخترم را دادم به محمد. چون شب اندر آمد و بازگشتند، خدیجه پدر را آنجا بخوابانید و خلوق به دو اندر مالید. خبل چون بیدار شد گفت مرا چه رسیده است که برخیشتن این خلوق میبینم؟ گفت دوش خدیجه را به محمد امین دادی، برادرزاده بوطالب. او گفت من از اون بیزارم. نصف شب بود آقا، این بیچاره بیدار شد نصف شب، مسیح از کلش بگو من کجا هستم. گفتن آقا شما اینجا هستی و دیشب اینجا مراسم عروسی بود. گفت عروسی چی، داستان چی؟ گفت تو این خدیجه رو دادی به محمد. گفت من از این کار بیزارم، حتما بدویرا هم زیاد گفته که مبرخ دیگه از این داستانش بده. گفت من از اون بیزارم. گفتن پیش همه رؤسای قریش اندر دادی. گفت آقا همه بزرگان اینجا بودن، پیش همه تو قول دادی و مردمان مکه بر این گواهند. خبل سوی خدیجه آمد و گفت این چه سخن است که همی گویند؟ گفت تو مرا به محمد دادی به زنی. گفت من امروز به میان انجمن قریش در مسجد کعبه از این بیزار شدم و با بوطالب پیکار کنم. گفت من میرم در مسجد، مسجد همون فارسی است، فارسی مسجد. گفت میرم اونجا میشینم، انکار میکنم، با بوطالب هم پیکار کنم، یعنی با بوطالب هم جنگ میکنم که همچی کلکی زده، حقه زده، کلا سر من گذاشته و محمد را بگیرم و الزام کنم تا تو را دست بزنه. گفت محمد را میگیرمش، فشارش میدم که تو را رها کنه، من تو را نمیدم. خدیجه گفت تو این چنین مکن که این رسوایی من بود. گفت این کار بکنی که حیثیت ما رو میبری، خودت گفتی. و من به زنی، من زنی به زاد برا اومدم. گفت بابا سنی از ما گذاشتیم دیگه، آبروزی چرا میخوای بکنی از این حرفا؟ و مرا به محمد مرادی و مقصودی نیست. گفت ما کاری جنسی هم با هم نداریم که البته این خطاست، از موارد بعدی معلوم میشه. و چون تو پیکار کنی هر کسی سخنی گویند و مرا زشتی بود. گفت وقتی سخن من تو همه مردم میاندازی، آبروی سیت من میبری. خبل گفت هر چه به قریش اندر توانگرانم تو را بخواستند و من اجابت نکردم، اکنون چگونه به مردی درویش راضی شوم؟ خدیجه گفت مردمان دانند که مرا به خواسته کس حاجت نیست. گفت آقا این ثروتمندا اومده من ندادم، این مرد بیچاره و فلان نوکر تو اسمش چیه؟ گفت تو که میدونی من به پول احتیاج ندارم و زن را ایدون باید که بی به همتا دهند. زن باید شوهر خود پیدا کنه و محمد را به قریش اندر همتا نیست و به میان مردمان پسندیده و امین است و به راستی و دیانت او کس نیست و کس او را به چیزی متهم نتواند کردن، چنان که جوانان را. خبل خاموش شد و به خانه رفت و خدیجه مر پیامبر را علیه السلام به خانه برد. همون نصف شب که این صحبت رفته و یه حرف زده شده، میگوید همون نصف شب محمد رو برداشت و برد و منزل خودش خدیجه. خب میدانید که حضرت برای خدیجه کار میکرد. ببینیم که این آقای عرض بکنم که خانمیر که در عرض کنم خواجه قیاس الدین ابن خواجه همام الدین محمد ابن خواجه جلال الدین ابن برهان الدین محمد شیرازی معروف به خانمیر از ادبا و مورخان نامدار قرن دهم هجری، مؤلف کتاب حیوسیر و دستور الوزرا و چند کتاب دیگر است که بعدا ذکر خواهیم کرد. قرن دهم، اول قرن دهم. بله. حالا من از ابتدای کار میگذرم. میگوید پس خدیجه بدون چه وعده کرده بود وفا نمود و غلام میسر نام را ملازم خیر الانام گردانید. داستان اینجاست که میگه پولی به حضرت داد و کاروان میرفت، حضرت که به مدیریت قافله خدیجه مأمور شده بود راه افتاد، غلام خدیجه هم میسره همراهش را افتاد و به روایتی یکی از قرابتان خود را که موسوم به خزیمت ابن حکیم بود نیز به مرافقت اون حضرت امر فرمود و میسره و خزیمه در اون سفر از خیر البشر خوارق عادات مشاهده کرده، چون به نزدیک به دیر بحیرا رسیدن و در پای درختی منزل گزیدن، راهبی نستور نام، حالا نستور هم گفته شده ها، نستوریان یا نستوریان، که بعد از فوت فلان قایم مقام گشته بود و از کتب سوامی معلوم داشت که در سایه اون شجر ننشینند مگر پیغمبری
که نزول کرده اون حضرت و خلاصه این اینجاشو بعد نمیذارم، میگوید که اون یارو نستوری میگفت که زیر این درخت نمیشیند مگر پیغمبری. حالا از اینجاشم میگذاریم چون وقتم. برگشتن رفتن به سفر و سود کردند و برگشتن. بعد میگه وقتی برمیگشتن در اون زمان خدیجه کبرا با جماعتی از نساء در غرفه نشسته بود که ناگاه دید جمعیتی از جانب شام میآید. خدیجه نشسته با جماعتی از نساء، یعنی با تعدادی از زنان، دیدن که یک قافله از طرف شام میان و دو مرغ بر زیر سر یکی از اون مردم پر در پر بافته بر زبره سر یکی از اون مردم پر در پر بافته سایه کردند. خدیجه از این معنی متعجب گشته همون لحظه میسره را به خدمت رسید و سخنان نستور و راهب و کراماتی که از سید کائنات و اکمل تحیات در اون سفر دیده بود و عرض رسانید. تعجب خدیجه زیاده شد، پس از حساب امتعه و اموال به وضوح پیوست که از جهاتی که در تصرف خیر البشر بوده سود فراوان به حصول موصول گشته. بنابراین مقدمات محبت خلاصه موجودات علیه افضل تحیات در دل خدیجه جا گرفت. زبان حالش به فهوای این مقال گویا باشد، انصاف بده ای فلک مینا فام، تازین تو کدام خوب کردی تو خرام، خورشید جهان داو تو از جانب صبح یا ماه جهانگرد من از جانب شام. اونگاه خاطر بر ازدواج سید اوایل و اواخر قرار داده، نفیسه بنت میمونه را واسطه ساخته تا تقریبی انگیخته مافز زبیر او را به ارزان حضرت رساند. بنت میمونه رو میگرد به فرستاد تا تقریبی انگیخته، یعنی نزدیک بشه به پیغمبر و مافز زمیر او را به عرض رسانه، بگوید من تو رو دوست دارم، میخوام با تو ازدواج کنم، یعنی فرستاده خدیجه. خیلی خوب، بله، بن حضر سنت و خیر البشر بدون مناکحت راغب گشته. خدیجه گو به ساعتی که شود مشتری از اون مسعود عمو پسر عم خود عمر ابن اسد و برقت ابن نوفل ابن اسد را جهت انعقاد مجلس نکاح طلب داشت و حضرت نبوی صلوات الله و سلامه علیه به مرافقت اعمام خیش حمزه ابن عبدالمطلب و ابو طالب به خانه خدیجه تشریف برد و هر یک از ابو طالب و برقت ابن نوفل در اون محفل خطبه فصیحه بلیغه بر زبان رانده خدیجه را به حباله ازدواج خیرالانام در آوردن، خواستگاری کردن. میگوید وقتی که موافقت شد، بنابراین حضرت عم بزرگوارش حمزه ابن عبدالمطلب و از کنم ابو طالب رفتن و اونجا خطبه عقد جاری کردند و خدیجه رو گرفت ازدواج کرد، به حباله نکاح در آورد. و مهر خدیجه رضی الله عنها به روایتی 400 مثقال طلا بوده و به قولی 8 شتر و بقیره زمره 500 درهم نقره و توفیق میان این سه روایت خالی از اشکالی نیست. القصه همون روز که عقد نکاح منعقد گشت، بله، برجیس اوج استفا با اون زهره خورشید سما مقارنه کرده زفاف به وقوع پیوست. معنی مطلب کاملا معلوم. پیوست و بید سعادت برگشاد اقبال را دست، قران مشتری در زهره پیوست و میان حضرت خیرالانام علیه الصلوات و السلام و خدیجه کبرا رضی الله عنها الفت بیقایت و محبت بینهایت واقع شده. خدیجه که اعقل و اجمل نسوان قریش بود از کمال اخلاص و دوستداری جمیع اموال و خود را توفید سید کائنات گردانی و اون حضرت نیز پیوسته با او در مقام خاطر جویی بوده و الی آخر. خب ملاحظه فرمودید ابیاتی آورده، لفاظی کرده، دروغهای بسیار گفته و این گزارش رو کرده است در قرن دهم، هزار سال بعد از اسلام. این مردی که معلوم است از کجا آورده اینا رو، چون بخواییم تاریخ بنویسیم بایستی سندی مدرکی از کجا میاریم مطلب تاریخ رو. این رافضیون عرض میکنن که بر احادیث دروغ تکیه کردند و مثل همین مردک تاریخ نویسی کردند. دروغ های عرض میکنم بسیار و ابیات و اشعار استشهاد های بیمزه از این مورخ رافضی به نام میرخان. تمام این قضیه که این آقا اینجا نوشته به عقل سازگار است، چون اعراب اول شراب زیاد میخوردن و بینش چیزی نبود، دوم این که این پدر راضی نمیشده هرگز، این خلاف شأنش بوده که دخترش رو بده از خودش فروتر و این ترفندی که خدیجه زده. این یک گزارشی بود که
و آنچه ما از آخوندا شنیدیم البته این بوده، فراموش نکنیم. و اینها مبتنی بر احادیث، احادیث عرض کنم که شیعه و دروغ‌های رافضی ها. هر سبب که این یک. حالا میرویم سر کشته شدن علی. هر سبب که از هر دو تاریخ من براتون میخونم تا معلوم شه بعد داستان چیست. که بله اینجا از جلد دوم خبر مقتل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و عرض شود که باز از همین تاریخ، تاریخ آقای میرخاند، صفحه 583 برای شما بخوانم که ببینید که چه داستان‌هایی است. بله خیلی خوب، پس من اول از حبیب السیر براتون میخونم و بعد از تاریخنامه طبری که معلوم بشه که داستان چیست. بله چه رود درازی هم کرده، بله چه دروغ های شاخ داری. ببینید حالا من البته اینها رو میگوید که یک تعداد رسول و فرستاده آمدن، یکم از یمن آمد که عبدالرحمن ابن ملجم داخل ایشان بود و هر یک از اون 10 نفر تحفهی به نظر امیرالمومنین حیدر رسانید و قبول فرمود، مگر تحفه ابن ملجم که در حیز قبول نیفتاد، آن شمشیر بود به قاعدت قیمتی و اون لعین. از این جهت قمجی، از این واژه لعین رو شما هرگز در تاریخ طبری که ببینید، مورخ به کسی فحاشی نمی‌کنه، مورخ عرض می‌کنه که جانب کسی رو نمی‌گیره، یک فوش در همه این تاریخ طبری پیدا نمی‌کنه. این لعین، ببینید این لعین و اون لعین از این جهت قمجی شده، در خلوتی به مجلس همایون درآمد و گفت: یا امیرالمومنین، سبب چیست که از رفیقان من هدیه قبول نمودی و شمشیر مرا که در میان عرب شبیه ندارد نمی‌ستانی؟ امیر کرم الله وجهه فرمود که ای عبدالرحمن، این تیغ را چگونه است به ستانم و حال اون که مراد تو از من بدین شمشیر حاصل خواهد شد. گفت من این شمشیر نمیخوام، تو میخوای با این منو بکشی. عبدالرحمن از شنیدن این سخن اظهار جزع کرده بر زمین افتاد و گفت: یا امیرالمومنین، هیهات هیهات، هرگز مباد که این صورت در خیال من گذرد و این فکر محال در خاطرم خطور کند. من به عشق ملازمت این آستان دل از وطن برداشتم و نقش مهر و محبت خدام این خاندان بر صحیفه ضمیر نگاشته. جناب امیر گفت: این امری است بودنی و صورتی است روی نمودنی و تو عنقریب از جاده وفاق به پای نفاق خواهی گرفت و خاک بیمروتی و شقاوت بر فرق دولت خواهی بیخت. آیین مهر و رسم و وفا عادت تو نیست. ابن ملجم گفت: یا امیرالمومنینک، من در نظر تو ایستادم، اشارت فرمای تا دستهای مرا قطع کنند و اگر تحقیق فرموده ای که این امر از من واقع خواهد شد، مرا به قصاص رسان. اون جناب فرمود که چون هنوز از تو فعلی صدور نیافته که مستحق عقوبت باشی، چگونه تو را قصاص فرمایم. همش مزخرف و مهمل و دروغ، دروغ شاخدار و مغلطه. به چه دلیل؟ به دلیلی خدمت را عرض میکنم اینجا. بله باری، حالا برگردیم سر این داستان شمشیر خوردن علی از طرف عبدالرحمن ابن ملجم مرادی. ببینید چه خبر شده. بله داستان طولانی است، من خیلی کوتاهش میکنم خدمتتون. حالا شب شده و داستان ها گذشته و اینها، میگوید که بله جناب ولایت فنا ساکت شده روی از بگردانید. به صحت پیوسته که در ماه مذکور امیرالمومنین علی رضی الله عنه شبی در خانه امام حسن و شبی در منزل امام حسین رضی الله عنهما افطار می نمود و زیاده از 3 لقمه تناول نمی فرمود و می گفت: من بیش از شبی چند میهمان شما نیستم. در ترجمه مستقصا از امام موسی آمده است که در اون سحر که شهادت امیرالمومنین حیدر مقرر بود، اون جناب دختر خود ام کلثوم را گفت که ای دختره که من چنان میبینم که این صحبت روح پرور در میان ما عنقریب منقص میگردد و طایر نفس نفیس غالب شکسته به مرافقت متوتنان ملع اعلا میپیوندد. ام کلثوم قطرات عشق از سحاب دیده فرو بارید. گفت: ای پدر، این چه خبر محنت اثر است
و این چه حکایت پرشور و شر؟ این نه قصه ایست که به گوش هوش توان شنود و نه قصه ایست که از نکاوت آن ایمن توان بود. از فراق تخت میگویی سخن، هرچه خواهی کن ولی کن اون مکن. یه باید سخن خونده بشه. البته امیرالمومنین گفت ای فرزند به جان پیوند، کدام دل است که از این اندوه پاره نیست و کدام جان است که در وقت نزول قضا عزت تعالی بیچاره نیست؟ دوش حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را در عالم رویا مشاهده نمودم که به دست مبارک غبار از روی من میفشاند و مرا نزدیک خود طلبی میگو ای علی به جانب ما بیا که تو را هیچ باکی نیست و اون چه بر تو واجب بود ادا نمودی و روایتی اون که جناب ولایت مآب خواب خود را با حسن مجتبی رضی الله عنه تقریر فرمود و امام حسن متأثر گشت اظهار گریه و زاری نمود و در روزت شهدا مسئول است که در اون شب حضرت ولایت انتماع تا سحر به طاعت مشغول بود و مطلقاً خواب نفرمود و ساعت به ساعت به ساحت سرا آمده و در آسمان نگریستی و گفتی صدق رسول الله و الله که هرگز رسول الله علیه و سلم دروغ نگفت. پس چه چیز باز می دارد کشنده مرا از کشتن من؟ و بر همین منوار می گذارد تا وقت اون آمد که به مسجد رود، اونگاه تجدید وضوع کرده میان همایون ببست و خلاصه گفت ای دل صبور باش که از مرگ چاره نیست، کو دل که از این مصیبت و اندوه پاره نیست. و چون جناب مرتضوی از خانه بیرون آمد به میان سرا رسید، بتی چند که اونجا بودن در روی مبارک امیر بان کردن و به قولی دامن اون جناب را گرفتن. گفت چند تا مرغابی بودن اونجا، بت یعنی مرغابی یعنی خلاصه اردک، به او ته دسته دار گر از نیستی دیگری شد هلاک، تو را هست بط راز توفان چه با میگند مرغابی اومد اما نیستم قاد قاد کردن که به عربی که نرو آقا نرو به مسجد، دستش گرفتن پاش گرفتن مرغابی ها. و یکی از خادمان چوبی بران مرغان زده، امیر کرم الله وجهه فرمود که دست از اینها باز دار که نوحه کنندگان بر من و بنگ نوحه کنندگان هم بر من و به روایتی گفت چنین و چنان. خلاصه به مسجد شتافته چنان که شیوه ستوتش بود بانگ نماز گفت و حال اون که ابن ملجن و شبیب و وردان در اون شب نزد قطام به سر برده به شرب شرب خم به شرب خمر اقدام نموده بودن. این هم یه تهمتی است، این بیچاره ها این خوارج اونقدر سختگیر بودن در امر دین، صبح تا شب قرآن ختم می‌کردن و قد نماز خونده بودن که این داغ سیاه بر پیشانیشون بود. این اهل شراب نبودن، این داره اینجا فحش میده و تهمت میزنه، مزخرف میگه، مهمل میگه، دروغ میگه، معمغلطه میکنه و حرفاش هم میده. و چون آن آواز به گوش اون ملعون رسید، ملاعین مشاران الیهم را از خواب برانگیخته گفت اینک علی بانگ نماز میگوید بروید و مهم او را کفایت کنید. و انس بدبخت به مسجد شتافته، شبیب و وردان بر در مسجد بنشستن و ابن ملجم به دور اون بوقه در آمد. و چون امیرالمومنین کرم الله وجهه از اذان فارغ گشته قدم در مسجد نهاد، شبیب شمشیری بینداخت اما بر طاق مسجد آمد و بشکست و وردان هم به تیغ حمله کرد اما بر دیوار خورد و اون دو لعین گریخته ملعون سوم تیغ بر فرق اون همایون زد. و روایتی اون که ابن ملجم ثبت کرد تا امیرالمومنین کرم الله وجهه در محراب ایستاده احرام نماز و سجده اول به جای آورد و چون سر از سجده برداشت اون شقی شمشیر فرود آورد و به اتفاق مبرخان که دروغ میگه اینجا اون تیغ بر همون موضع آمد که روز حرب خندق عمرو بن عبدود زخم زده بود و تا مغز سر اون سرور شکافته شد. و امیرالمومنین کرم الله وجهه گفت به خدای سوگند که به مطلوب فایض به خدای کعبه سوگند که به مطلوب فایض شدم. و امام حسن را فرمود و شرایط امامت به جای آورد و با مردم نماز گذاشت. حالا اینجاش هم بنده میگذرم. حالا برمیگردیم سر تناقض و دروغ. خب بند میگوید که عرض شود که در اینجا میگوید که وقتی که عرض شود که علی رو نخوندم هنوز ببخشید حواسم یه ذره پرت شد، آوردن ابن ملجم رو پیش علی میگوید که بله تو را چه بران داشت که اولاد مرا یتیم ساختی و رخنه در قصر حیاتم انداختی؟ خب این که تناقض داره با اون که میگو من دارم میرم و خداحافظی کرده بود و خوشحال شده بود و اینها. بله نه من با تو نوکیو کرده بودم، گفت ولی اما واقع شد اون چه واقع شد. و در روزت صفا مستور است که چون حضرت ولایت انتماع و نظر بر ابن ملجم انداخت فرمود که فلان و فلان این شخص زننده زخم زننده من است. بعد از اون او را گفت ای دشمن خدای نه تو مشمول مکرمت و احسان من بودی؟ گفت آری. امیر فرمود که چه چیز تو را باعث شد بر این امر؟ جواب داد که چهل سباه شمشیر خود را تیز کرده
از باری تعالی مسئلت نمودم که بدترین خلق خدای را با آن مقتول گردانم. حالا این تیکر گوش کنید. بعد از اون شاه فرمان فرمود که عبدالرحمن را به زندان برید و طعام و شراب از او باز ندارید، پس اگر من زنده مانم به مقتضای رأی خود با او عمل نمایم و اگر بمیرم او را یک ضربت شمشیر بیش مزنید. یعنی این بابا که اونجا این همه التقافات کرد و پیشبینی ها کرد و به ام کلثوم گفت من دیگه دارم میمیرم و به حسن گریه کرد که من میخوام بکشم، اینجا نمیدونه میمیره یا نمیره، میگه اگه من زنده موندم که خودم ترتیبش میدم، اگر که من مردم یه شمشیر بیشتر به گردنش نزن. و این همه مزخرف محمد که این معتی که اینجا وافته، اینا همون هایست که آخوندها سر منبر میگن. اجازه بدید که یه تنفس بگیریم برگردیم از زبان محمد ابن جریر و مورخان خراسان 1100 سال پیش ببینیم در باب قتل علی اونها چه گفتن. تا چند دقیقه با درود بر شما وطنان گرامی، مقایسه میکنیم بین تاریخنامه طبری و هر شبت که تاریخ حبیب و سیر از میخان فاصله این دوتا 500 ساله، یعنی بین ترجمه اون تاریخ و تحریر این تاریخ 500 سال گذشته. هر شبت که ترور علی بن ابی طالب که بنده از این میخان برای شما خوندم، اجازه بدید ببینیم این چه گفته، مورخ 1100 سال پیش چه گفته، مورخ ارز کنم که 1500 سال پیش چه گفته. میگوید به سال پس به سال 40 اندر، از هجرت به مذکف کوفه اندر، سه تن نشسته بودند، یکی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی و او از اهل مصر بود و به مدینه آمده بود با اون مردمان که به کشتن عثمان آمده بودند و پس از آن به کوفه افتاده بود، و دیگر مبارک ابن عبدالله و سه دیگر عمر ابن بکر تمینی. این اعراب رو در آخر نامشون اینها رو قبیله شون رو می آوردن و هر سه مذهب خواری داشتند و گفتندی بر زمین امام نیست و کس را بر حکم خدای تعالی حکم نیست و این همه خلق بر زلالتند. پس همی حدیث کردند و بر اون کشتگان بگریستند. چون در حادثه نهروان حضرت علی کرم الله وجهه 4500 نفر رفقای خودش رو کشت در ظرف 3-4 ساعت، اینا فراریان بودن. اون قطام که قطامه هم به زبان فارسی گفتن، هم برادرش رو علی کشته بود هم پدرش رو کشته بود. و این مزخرفاتی که گفتن که تو علی رو بکش من به تو شوهر کنم، از مهملاتی است که مورخ امروز دیگه قبول نمیکنه. چگونه مثل این اونتی خانم امروز در واشنگتن به آقای بگه تو روز روشن برو مثلا رئیس جمهور آمریکا رو ترور کن، بعد بیا من با تو ازدواج کنم، دهل میزنیم و عرض میکنم که عروسی را میندازی. اینا مزخرفات و مهملات است، این چیزی میسر نیست. اینا خون به دل بودن، از دست علی شاکی بودن، خانوادهشون رو کشته بود. اینا طرح یک ترور سیاسی بوده، موضوع عشق و ازدواجی مزخرفات نبوده. یه برو بکش من با تو ازدواج بکنم، مگه میذاشتن خلیفه اسلام رو بکشی بعد شما به ازدواجم بکنی؟ خب بله. و بران کشتگان بگریستن، یعنی برای کشتگان حادثه نهروان، اینا خوارج بودند و علی همه رو کشته بود و در یک موضع غیر جنگی هم بودند. اینجا تراژدی اینجاست، چون وقتی مورخ گزارش میکند اینها 4500 نفر رو ظرف 2-3 ساعت کشتند و سپاه علی 9 تن کشته شد، نشان میدهد که اونها نه در موضع جنگی بودند، نه آرایش جنگی داشتند و نه سلاح داشتند، وگرنه خب اونها از اینها 4 تا میکشتند، حداقل 2000 تا میکشتند، نه 9 نفر دست خالی بودند. باری و معاویه را و عمرو بن العاص را لعنت کردندی و گفتندی کاش که ما را یاران بودی تا با ایشان حرب کردیمانی. از ویژگی های نصر قدیم اون روزگار این است که واژه جنگ به کار نمیره، همواره میگوید حرب. حرب کردیمانی یعنی جنگ کردیم. به حرب کردن و پیروز گشتنن در حرب، روید چی؟ مقابل علی و یار روز رستم دستان. خلاصه منظوری که در این متون قدیم همواره حرب به جای جنگ به کار بره. و عبدالرحمن ابن ملجم گفتا اگر یار نیابیم ما بشویم هر سه و ایشان هر سه را یک یک بکشیم. عمرو ابن بکر گفت من عمرو ابن العاص را بکشم. معاویه را مبارک گفت من بکشم. پس گفتن چگونه کنیم؟ عبدالرحمن گفت چون سفید دم علی به مسجد آید
و پیش صفهای مسلمانان بود من شمشیر بزنم و بکشم. ببینید هیچ عباره هیچ چیز اضافی نداره، من شمشیر بزنم و بکشم. یک لغتش رو نمیتونی بردارید. امر گفتا من نیز چنین کنم، مبارک نیز گفت چنین کنم. پس گفتند باید که هر سه به یک بار و یک روز بود، که اگر یکی کشته شود اون دیگر نتواند پادشاهی کردن. گفتند ما این سه نفر رو در یک ساعت میکشیم، یعنی معاویه، عمرو عاص و علی رو در یک ساعت موقع نماز صبح روز 19 ماه رمضان، که اگر یکی از اینا زنده مان ادعای پادشاهی نکند بر سایر عرض بکنم که بلاد مسلمی. و بر این بنهادند یعنی بدین گونه تصمیم گرفتند، بر این بنهادند که به ماه رمضان اندر بکشند، که مزگت از مردمان اندوه بود تا مگر بتوانیم جستن. به معنیش معلومه، و اگر ماهی دیگر بود باشد که ایشان هسته به مزگت نروند و خلیفت فرستند. گفتن ماه رمضان حساس ترین ماهه به دو دلیل، یکی این که خود امام حتما میاد پیش نوازی میکنه، دومی که مسجد شلوغه و پس ما میتونیم اینا رو بکشیم هر ستا، و چون مسجد شلوغه بتوانیم جستن، شاید بتوانیم فرار هم بکنیم. بله. و به ماه رمضان اندر همه امامان به نماز آیند و به نیمه آخر مردم انبوه تر بوند. و روز 17 از ماه رمضان روز آدینه بود، گفتن آدینه و 17 بود بود مردم بیشتر بودند در مسجد. و بران بنهادند که عمرو بن العاص عمرو بن بکر بکشد به مصر و از اونجا رو بعد بنشیند تا این روز آدینه و مبارک به دمشق بنشیند، تا هم روز آدینه آید و عبدالرحمن بن ملجم خود به کوفه بود و همونجا بنشست. خب نقشه کشیدم، البته یه جا گفتن 17 یا گفتن 19، ولی اون مطلبی نیست. و چون این روز بود که میعاد کرده بودند، مبارک اندر مسجد بنشست. و چون معاویه اندر آمد مردمان بر پای خواستند. حالا اینو داستان معاویه رو بنده نمیخونم و امراض که چی شد. و میگوید و عبدالرحمن ابن ملجم به کوفه همی بود تا اون شب با اون شمشیر زهراب داده، و خانه او به کوفه بود به محله بنی کنده. بنی کنده قبیله بزرگی بود، رجال بزرگی از اونها بیرون آمده، اشعث قیس کندی، عبدالرحمن ابن اشعث قیس کندی و فیلسوف العرب کندی از همین قبیله هستن. و اون فرزندان ایشان که کشته شده بودند علی را دشمن داشتندی، بچه های همه اینا را علی کشته بود، یه او یه دشمن داشتندی. بعد بله میگوید که من از مصر آمدم که او را بکشم. یک صحبتی هم بین همین زن شده و این، و اونگاه اون زن پنداش که او مزاح کند، چون بسیار بگو بدانست که راست گوید. پس با اون بیعت کرد که هرگاه او علی را بکشد 3000 درم و غلامی به او بدهد. پس این زن گفتا تو را یار باید، گفت اگر بود نیک و اگر نبود روا بود، کسی باید که مرا راز دارد و این سخن پیش کس نگوید. پس اون زن سوی مردی رفت از بنی تمیم نام او وردان، که گاه گاه از او شنیدی که اگر مرا یار بودی من علی را بکشتم. میگوید یک کسی مولان وردان که اینجا اونجا میگفت اگر من یه رفیق داشتم علی را میکشتمش. پس این زن او را گفت یار یافتی، و او را به نزد عبدالرحمن ابن ملجم برد و هر دو بیعت کردند. و مردی بود از بنی اشجع نامش شبیب ابن بجره، او نیز هم مذهب خوارج داشت و هم گفتی اگر توانستمی علی را بکشتمی. ببینید علی چقدر دشمن داشته، هر کس تو منطقه بوده میگفت اگر یاش داشتمی علی را بکشتمی. ببینید اونا کجا بودن و چی فکر میکنن راجع به این آدم، ما چی فکر میکنیم. پس عبدالرحمن با این مرد سخن بگفت و وردان را با او گرد آورد و هر سه با هم یار شدند و بیعت کردند و همی بودند تا آن روز که وعده کرده بودند. پس آن روز وقت سفیدتم عبدالرحمن و شبیب به مسجد اندر بنشستند، یکی از آن سو و یکی از این سو. گفتند چون اندر آید هر دو شمشیر زنیم، تا اگر یکی خطا آید یکی راست آید. ببینید چقدر موجز و مختصره، تا اگر یکی خطا آید یکی راست آید. این اجداد ما به این زبان صحبت میکردن، فردوسی هم به همین زبان صحبت میکنه. وردان را گفتند تو پیش مسجد اندر بنشین، تا اگر زخم ما خطا شود و مردمان به سر ما آیند و به گرفتن ما مشغول شوند، تو از اون سوی دیگر
را در انداز و شمشیر زن. پس بر این بیعت کردند و چون علی علیه السلام از در مسجد اندر آمد و ابن ملجم علی را بیافت، شمشیر بزد و شمشیر به پهلوی علی اندر آمد و گروهی گفتند بر سرش زد و بدونیم کرد و علی رضی الله عنه بانگ کرد که بگیرید. مردمان مشغول شدند تا او را بگرفتند و شبیب و وردان بجستند. شبیب به میان مردمان اندر شد و نیافتند و وردان به خانه اندر شد و مردم از پس او اندر شدند و او را بکشتند. علی را برگرفتند و به خانه بردند و عبدالرحمن بن ملجم را پیش علی بردند. علی گفتا چرا چنین کردی؟ گفتا زیرا که خون تو حلال دیدم از بس مسلمانان که بکشتی و خون بنا حق که بریختی. اینا از حقایق تاریخ اسلام. مزخرفات و مهملان آقا رو دیدی؟ حالا هرچی ما نزدیکتر میموندن صفوی چیزهای عجیب قریبتر هم بهش اضافه کرد. حقیقت این بوده که این بابا ولی فقیه بوده، سخن اول رو با شمشیر میگفته علی، مخالف رو بر نمیتافته، گردنش رو میزده، چندین هزار مسلمان رو کشته بود و مردم با او دشمن بودن، میخواستن رو بکشن. دیپلماتیش اول با قمه بوده، بعد که شکست میگه میگه حالا به صحبت بود. نورت من اومدم تو رو بکشم به خاطر اینکه خونت رو حلال کردیم از بس مسلمانان که به ناحق بکشتی، به خون مسلمانان که به ناحق بریختی. علی مر حسن را گفت این را نگاه دار، اگر من از زخم او بمیرم او را بکش. زخم یعنی ضربت. اگر من بودم او را بکش و اگر بهتر شدم دانم که او را چه باید کردم. یعنی امام بیچاره هرگز ادعای غیب نکرد، ادعای پیشبین آینده نکرد، مرغابی و خرگوش و میمونم دست و پاشو نگرفت نصف شب، نمیگه قبلا هم گریه کرده گفت من کشته میشم و رسول بخواب. از این مزخرفات و مهملات و خرافات در اینجا نیست، اگر هم هست خیلی خیلی اندک. پس حسن او را به خانه برد و بسته همی داشت. پس دیگر روز ام کلثوم سوی حسن آمد و همی گریست. ام کلثوم دختر کوچک علی بود که دادنش به عمر بن خطاب. عبدالرحمن راضی بسته گفتا ای ملعون امیرالمومنین، علی امروز بهتر است و تو را بتر. ابن ملجم گفت اگر پدرت بهتر است و مرا بتر، تو چرا همی گریی؟ و تو چرا گریه میکنی؟ من این شمشیر به هزار درم خریدم، به هزار درم بدادم تا زهراب دادن و آن چنان است که اگر بر کوه زنم هلاک شود. پس دوم روز امیر المومنین علی رضی الله عنه وصیت کرد. مردمان گفتن یا امیر المومنین از پس تو با حسن بیعت کنیم. گفتا شما دانید. این هم به لحاظ تاریخی بی اندازه این عبارت اهمیت داره، به خاطر همینه که آخوندها هزار ساله میخوان این تاریخ طبری رو نفیش بکنن. این که میگوید شما دانید به سنت رسول عمل کرده، یعنی رسول برای خودش جانشینی معلوم نکرد. علی هم از ارادتی که به رسول داشته و شاگرد او بود و غلام او بود و مؤمن بود به او، به سنت او عمل کرد. در قدیر خم حضرت رو آوردن به جانشینی خود معلوم کردن. این یک دروغ مزخرف مهمل تاریخی است. ما یه فساد و نفاق بین مسلمین شده 1500 سال. حسن علی و حسن بیعت کنیم. گفتا شما دانید و من به خود مشغولم در این کار، چیزی نگویم. و روز سوم از اون زخم بمرد و حسن و حسین او را بشستند و عبدالله ابن جعفر با ایشان بود. سه جامه کفن کردند و 9 تکبیر کردند. پس او را به گور کردند به کوفه میان سرای سلطان. اینجایی که میگن قبر علی قبر نیست، میگه به کوفه میان سرای سلطان، چون دشمنان علی گفته بودن این را هر جا خاکش کنیم ما جسدش رو در میاریم پاره پاره میکنیم. به میان سرای سلطان یعنی در دارالحکومه. این چیزی که در کرده حال نجف هست این اصلا به علی ربطی نداره. منطور رافضی یه دروغ و شاختار صبح تا شب میگه، دیگه فرق نمیکنه. کسی که بیاد در جمکران شاه امام زمان درست کنه میخواد حالا قبر علی درست نکنه. دیگر روز مردمان با حسن بیان کردن. پس حسن ابن ملجم را بیارد و بفرمود کشتن. پسر ملجم او را گفت مرا زمان ده تا کاری کنم که این خلیفتی بر تو بماند و بیعت مردمان تمام شود، آنگاه اگر خواهی که مرا بکشی تو دانی. حسن گفتا چه کنی؟ گفت من با خدای تعالی نذر کرده بودم، اکنون مرا زمان ده تا بشوم و سوی تو باز آیم، آنگاه مرا بکش. حسن سخن او نشنید، بفرمود تا او را بکشتند و بیرون بردند و بسوختند. البته دست و پاشو بریدن، زبانشو بریدن، شکنجهش کردن
و پیچیدنش لای حسیر و او را بسوختن. ملاحظه فرمودید؟ حالا شما میخواهید بدانید تاریخ اسلام چه بوده، کجا مراجعه میکنید؟ مسلم نباید به این مراجعه کنید، چون اول این تاریخ جدید است، متاسفانه نوشته شده و پر دروغ است. نویسندش هم نه به لحاظ فضل و نه به لحاظ نه به جهت قدمت و نه به جهت زهد و نه به جهت تسلط بر تاریخ به پای اون نویسنده نمیرسه و اون نزدیک بوده به روزگار صدر اسلام. نسبتش به عرض کنم که به روزگار صدر اسلام مثل نسبت ما بوده، فرسن به آقا محمد خان و قاجار و فتح علی شاه و اینها و بودن نسلن در نزد کسانی که هنوز زنده بودن و با اینها صحبت میکرد. اینا آمدن از طریق قصه ها و داستان ها و روایات و مزخرفات و مهملات روبا آمد و التماس کرد و مرغابی قاقاق کرد و این حرف ها و مزخرف ها، اینا رو وارد میکنن که شیعیان بر سر بکوبند و چهار تا فحش هم به سنی ها بدن. بله، این بود که توصیه بنده بود که این تاریخ رو، این تاریخ که البته یک چاپ اون 3 جلدی، یک چاپ اون 5 مجلد است که اون 2 مجلد نخستی مربوط به تاریخ ایران هست، یک مقداری اساطیر الاولین هست در باب تاریخ یهود مثل تاریخ ابراهیم و نوح و این داستان ها، و بعد میپردازم تاریخ اسلام، مبالغی هم مورخان خراسان در باب تاریخ ایران نظیر داستان بهرام چوبین وارد این تاریخ کردن که بی اندازه دلاویز و دلنشین هست. منتها هر کتابی کلیدهایی داره برای فهمش، شما اندکی باید باش مجالست کنی، با این کتاب معانست داشته باشی، اندکی سرکش وارد بشوی. وقتی عرض کردم وقتی این کتاب ها پراکنده شد که فعلا بیشتر از 300 تا نبوده و تعداد زیادیش هم بر جای نمونده، و بعد روزا بنشینیم این تاریخ رو باز کنیم، اون موارد اضطراری واقعاً که ما نیاز داریم این اطلاعات رو بدانیم در باب تاریخ اسلام از روی این کتاب بخوانیم و هموطنان هم کتاب ها رو باز بکنن و بخوانیم. این بود داستان و وقت ما امشب گذشت با این صحبت. بذار بدین با چند هموطن گپی بزنیم. درود بر شما، بفرمایید. این حسن شروع برنامه چه من کمتر شده و یکی این که فرمودین یکی از تماشاگران و یا افرادی که خدمت از اطالی رسته بودن در اون انجمن هایی که شما در تگزاس اوکلاهوما داشتین، ایشون گفته بوده که انشاءالله یا علی یا هرچی، و شما در برنامه فرمودین که دین عیبی نداره، ولی من میخواستم به حضرت عالی اینو یادآوری بکنم که چرا این دین این عیبو داره جناب آقای مشیری، چرا در روشنگری و در شناختن خصوصیات شخصی مثل علی بن ابی طالب یا هر کسی دیگه که این جنایت رو کرده و خودش ما هم الان در موردش در همین طور که طبری فرمودین که در سگ نهروان چه بیچارگی ها و چقدر فامیل ها رو و چقدر مردم بیگناه را بی خانمان کرده، چه اشکالی داره اگه ایشون اون آقایی که در خدمت شما بوده در این برنامه و خودش پشیمونه من گفت آقا ببخشید که گفتم یا علی یا ببخشید که گفتم انشاءالله، چه اشکالی داره که این به اشتباه خودش پی برده؟ بله اینا میتونه یه توضیح میدم خدمتتون عزیزم، توضیح میدم حضور خیلی متشکرم، ممنونم از شما، قربانتون برم. ببینید بحث ما در اینجا نباید تبدیل بشه به یک بحث ضد دینی و ضد مذهبی، نه، تلاش ما باید این باشد که یک روزی ما به این توفیق دست پیدا کنیم که این داستان دین و مذهب رو در کار دولت دخالت ندهیم. این یک مطلب هست. مطلب دیگر هم این که این علی علی که ایرانی میکند و عرق خور ماسه خیارش که درست میکنه، یک رفیقش که جام شریخ بالا میداره ماسه خیار میگه یا علی، یا یکی عرقشو میخوره میگه یا علی میندازه بالا، این دیگه تبدیل شده به یه فرهنگ ملی و هیچ ربطی به اون علی تاریخی هم نداره. و عرض کردم ما دو جور علی داریم، علی ایرانی و علی عرب. اون که پسر ابو طالب بود یه شخصیت تاریخی است، دارای فضیلت هایی بود، دارای نقص و عیب های بزرگی بود، دارای زهد فوق العاده ای بود، اون یک شخصیت تاریخی است واسه بیا خودش تعلیم بشه، ولی اینی که ایرانی ها برای خودشون ساختن یک بتی است عظیم. عرض میکنم که یک مجموعه ای عرض میکنم جامعه الاطراف از همه فضیلت ها و بزرگی ها که از سبب که به آقا هیچ ربطی نداره، واقعا این علی ایرانی هیچ ربطی به اون علی ندارد، این رو ما ساختیم، نه شکل ظاهریش نه باطنیش. مقصود بنده این بود که وقتی که دوستی میگوید انشاءالله یا
یا علی تصور وقتی معذرت میخواد از من نباید این تصور در ذهنش پیش بیاد که بنده خدا نکرده ضد مذهب هستم یا اینکه ضد عقاید این گونه هستم و ما خط خرافات رو از عقاید عرض میکنم دینی که مبتنی بر فضیلت های انسانی است اینها رو نباید با هم مخلوط کنیم. منظور بنده این بود و خیلی ممنونم که شما توجه کردید و روی خط آمدید. درود بر شما. بفرمایید قربان. یکی از نقشه هایی که حضرت محمد اینو شنیدم حضرت محمد وقتی با خدیجه میخواست ازدواج کنه به خاطر پولای این بود، چون پولای خدیجه رو میگیره به آدم های فقیر کمک میکرد که باسه خودش طرفدار رو اینا جمع کنه. میخواستم اینم این درسته. بعد سوال دومی که این حرم های امام ها رو کی درست کردن، چون اینا اون وقتا که امامزاده که نبودن. دلی. اینا میخواستم اینم در همون موقعی حرم درست شده یا بعد از چندین سال یا مثلا 500 سال پیش اینا بودن چه درست شده؟ ممنونم. برمان شما اتلیزون گوشم برمانتون برم عرض میکنم که پیغمبر اسلام که به اسمش محمد هست، محمد ابن عبدالله، مردی بوده سخت سخی، سخت بخشنده و وقتی هم از این جهان رفت چیزی نداشته اجازه که دو شمشیر و چند کمان و 20 شتر و چند بز و اینها. و البته در جامعه عرب عرض کردم نمیشد جز از غیر از این راهی نبود. اگر شما نمیتوانستید مردمان آزادهی مثل مردمان عربستان رو که در این وادی‌ها پراکنده بودند و سخت مردمان مستقل و سخت مردمان شجاعی بودند به فرموده شاه دور هم جمع بکنید، نه میسر نیست. این بهترین تحلیل رو ابن خلدون کرده، میگوید در چنین وضعیتی جز از طریق مساوات و برادری و برابری اینها رو نمیشود جمع کرد. این است که این که میفرمایید ثروت خدیجه حدودی حرفتون صحیح است، درسته، و این قبور رو هم اینها شیعیان میساختند. اهل تسنن علاقه به این کارها نداشتند، شیعیان شروع کردند به این قبرها رو ساختن. وقتی که این گروه وهابی هم آمدند در عربستان و اندیشه های این عرض کنم محمد ابن عبدالوهاب گسترش یافت که گفت فقط خدا مهم است و پیام او، پیامبر هم حتی مهم نیست، این آمدن حتی قبر عبدالله پدر رسول رو خراب کردن، صاف کردن و قبرستان بقیه اونجا الان اجازه نمیده کسی که بره گنبد و بارگاه بسازن یا سر قبر گریه کنن. ما ایرانی ها عرض میکنم که بخش اعظم هنر سازندگیمون رو در کار ساختمان و عرض میکنم که آرشیتکت به قول معروف گذاشتیم روی قبرسازی. یعنی بعد از عرب ساختمانی شکوهمند، قصری بزرگ، یه چیزی مثل تخت جمشید یا فضل آزاد، نه، اینا عرض کنم که مساجد و مقابر بوده و هر جا یک کسی مرده از بس مردم ما رنج کشیده بودن و از بس مردم ما مستحصل و بیچاره بودن دست میاز دیدن به این داستانها و هر سیدی کسی میمرد و روی قبر میساختن و روزن امامزاده. اینا رو در طول زمان ساختن و هنوز هم ادامه دارد. بنده شنیدم آخوندها بعض اوقات یک جایی رو پیدا میکنم یعنی امامزاده است برش میسازن. این است که اینها در طی تاریخ اینها متدرجن ساخته شدند، بعض اینها بسیار مشهور هستند. حالا خدا به ما رحم کرد که از این 12 امام یکیش آمد به ایران، حالا خدا میداند اون بقیه هم که بودن چه میشد. این حضرت که آمد امام هشتم رضا که ولیعهد بشه و در ایران حکومت بکنه، این قوم خشان زیادی آورد، خواهرش، برادرش، پسرعموهاش، اینا همه دارای گنبد و بارگاه هستن. و ما انقدر بدبخت شدیم و موضوع وطن و قضایای فرهنگ قومی و ملی رو فراموش کردیم که تا همین زمان رضا شاه شما فکرشو بکنید وحشتناکه. فردوسی که بزرگترین ایرانیان، ارجمندترین ایرانیان بوده، یک مقبره کوچک نداشته. چرا که فردوسی دروغ نگفت، ادعای ما بعد و طبیعه نکرد، قول بهشت و جهنم به کسی نداد، خمس و زکات نگرفت و این مرد یک قبری نداشت. زمان رضا شاه که حالا یک حس وطن دوستی این مرد داشت و وطن دوستان دیگر هم بودن مثل احمد قوام سلطنه و دکتر مصدق و فروغی و اینها، او رو تشویق کردن که آقا یه جایی ما باید یادگاری از این سازنده ایران زمین، از پدر ملت ایران بایستی ما یک ساختمانی داشته باشیم. بعد قوام، بعدش فروغی رفتن این محل رو معلوم کردن و این تشکیلات ساخته شد. این باعث تأسفه. درود بر شما. بفرمایید.
درود بر شما. درود بر شما قربان. و خیلی ممنون از برنامه‌های روشنگر شما که واقعاً به قول خود ایرانی‌ها گل می‌کارید. اختیار دارین. و متأسفم برای کسانی که این برنامه رو گوش بدن و هنوز در گمراهی بمونن. جناب مشیری، من یک سوالی داشتم. اگر خاطرتون باشه دو هفته قبل راجع به لغت نکاح یک معنی فرمودید. بله. نکاح. من یکی از تلویزیون‌ها همینطور که عبور می‌کردم دقیقا اون موقعی من به اون تلویزیون رسیدم که راجع به لغت نیک داشت معنی میکرد. من نمیدونم درست بود یا نه که میگفت این نیک هم به عربی همون تقریبا معنی مشتق از نکاحو میده. نیک؟ و من نمیدونم، فکر نکنم، نمیدونم درست بود یا نه. این دو هفته بود که منتظر بودم از شما سوال بکنم دوست. اینو اگر لطف بفرمایید معنی بدید، چون نیک ما تا اونجا که میدونم معنی خوبی میده. بله نیکی. حالا نمیدونم این شخص وارد بود که نمیدونم. به هر حال این اگر لطف بفرمایید توضیح در این مورد. بله چشم قربان، چشم. خیلی ممنون از این. عرض کنم خدمتتون که این نکاح رو به عربی که در این ببخشید من این جزوهی که درش امر نکاح آمده بود رو فکر کنم اینجا اینجا داشته باشم. بله در این فرهنگ ها نکاح به همون معنی که خدمت شما عرض کردم. بله بله. یعنی اون که یک کسی عضو جنسی خودش رو در اختیار دیگری بگذارد تا با او کار جنسی انجام بده. عرض میکنم که با صداق معلوم، یعنی با یک مهریه معلوم این حاضر بشه که اون با این عمل جنسی انجام بده. این نگاه اسلامی است و شما به فرهنگ ها که مراجعه کنید عربی فارسی اینها در اونجا به وضوح نوشته. اما نیک، رابطه نیک و نکاح رو بنده نمیبینم، چون نیکی واژه فارسی است. نیکی نیکی کردن به معنی خوبی کردن. عرب میگوید بر، ترجمه بر هم تازه فارسی فارسی باشه. به همین دلیل از شما سوال کردم استاد. بله فکر نمی کنم عزیزم، نگاه میکنم. ولی من یه جمله معتزله میگم، جدیداً این ملاها یه جمله رو اضافه کردن به اون نکاح، میگفتن که برای صیغه میگفتن مدت معلوم و اینها یه صداقت معلوم هم اضافه کردن. پنج جعفری یک صیغه میکنن. بله بله قربان شما. قربان شما. بله خیلی ممنون. قربان شما، متشکرم. هر سبب که البته این بر که عرض کردم باید نگاه کنیم، چون به جمع مکسر ابرار گفتن یعنی نیکوکاران. تاریخ آمده بسیار بر کرد، یعنی به حق اون نیکی کرد. نمیبینم من مناسبتی ارتباطی بین نیکی کردن و نکاح کردن، این به هم ربط نداره. متشکرم قربان شما. متشکرم قربانتون برم، ممنونم از شما. بله و این یک چیز واقعا زشتی است به نظر من که تکیه بر موضوع جنسی قضیه است. آقا یک چیز مسئولیتی، صحبت عشقی، صحبت وظیفه‌ای، صحبت نمیتونم پایداری در دوستی، هزار یک چیز زیبا هست برای دو نفر که میخوان ازدواج کنن. قضیه فقط مربوط داستانی نمیدونم دیگه، این هم نیست مطلب دیگه. بفهم قربان. شب شما خوش. شب شما خوش. مشیری من در حدود یک سال هستش که میخواستم خدمتون زنگ بزنم در مورد این تاریخ طبری. بخواست فرموده شما که این تاریخ طبری رو مطالبه کنین و هر از کاری شما در برنامه مختلفتون راجع به این تاریخ صحبت میکردین. قضای روزگار 7-8 ماه پیش من در منزل عزیزی در سنخوزه این تاریخ رو دیدم و خیلی به هیجان اومدم و تمام وقتی که در اونجا بودم سرم توی این تاریخ بود. عجب. این تاریخ البته ترجمه ابوالقاسم پاینده هست که در سال 1350 ظاهرن ترجمه کرده و 18 جلدم هست. 5 جلد نیست. شما در مورد این تاریخ این ترجمه اطلاعی دارین هستم؟ آره عزیزم، اون چیز دیگری است. بارها خدمت هموطنان توضیح دادم تاریخ طبری با تاریخ نامه طبری دو چیز مجزاست. تاریخ طبری به عربی بود، عرض کنم به جمعاً به زبان فارسی ترجمه نشده بود تا مرحوم ابوالقاسم پاینده با چه همتی این کار رو مستقیم از عربی به فارسی ترجمه کرد. 16-17 جلد. من دو نوعش رو، دو چاپش رو خودم در منزل دارم. این تفاوت میکند با تاریخ نامه طبری. تاریخ نامه طبری در روزگار سامانیان
به دستور بلعمی که به تاریخ بلعمی هم مشهور هست، البته خود بلعمی نه این بحث‌ها رو داشت و میگویند نه این سواد رو داشت، اما مأمور به انجام رساندن این پروژه شد و مورخان خراسان عربیدانان رو جمع‌آوری کرد و این تاریخ رو به زبان فارسی دری در همون روزگار سامانیان ترجمه کردم و این همین چیزی است که من امشب برای شما خواندم. این با اون فرق می‌کنه. بله، پس این تاریخ طبری که نامش از تاریخ طبری، تاریخ رسل و الملوک، رسل و الملوک محمد ابن جریر طبری، بله، ترجمه ابوالقاسم پاینده، الان جلد سوم شله بنده است. این آیا مگر این همون محمد ابن جریر طبری نیست شما ازش امشب صحبت کردید؟ بله عزیزم، همونه. متوجه ارزم شدین؟ دو تا ترجمه از این به دست دادن ایرانی ها. یکی ابوالقاسم پاینده بودی که کل قضیه رو ترجمه کرده، یکی مورخان خراسان بودن که همش هم ترجمه نکردن. توجه می فرمایید، منطقه اهمیت اون به این جهت هست که بعض گزارش های طبری رو ضمنی که اونها وارد آوردن چیزهایی هم از خود اضافه کردند و اگر مطلبی بوده که طبری به گوش طبری نخورده بوده، اینها اونم اضافه کردند و به زبان فارسی دری همون روزگار که بیشتر از 3% هم عربی ندارد، منهای نامهای خاص و یک سبک خاصی است که امشب خدمتتون خوندم، اون در اون روزگار ترجمه شده. این ربطی به کار آقای پاینده نداره. پاینده اون رو مستقیما لغت به لغت از زبان عربی به فارسی ترجمه کرد. پس اگر ما اون تاریخ شما فرمایید بخوایم اونو بگیریم، ترجمه چه کسی پاش نوشته شده؟ عرض کنم مشهور است به تاریخ نامه طبری، برگردانده منسوب به بلعمی و به نام تاریخ بلعمی هم مشهور عزیزم. هم سجلیش به چاپ رسیده، هم پنجلیش. این چیزی که ما در اختیار هموطنان قرار میدیم پنجلیش. حالا برگردیم سر اگر اشکال نداره سر سوال اصلی من. من این کتاب و سجلش رو فقط تونستم مطالعه بکنم. جلد اول راجع به پیدایش جهان و خلقت جهان هست، همونی که شما خودتان میدانید، و میاد جلو تا برسه به انبیای آدم و حوا و نمیدونم نوح و ابراهیم. و جلد سومش تمام راجع به تاریخ زندگانی و بعثت و نبوت حضرت محمد هست. درسته. در کمال تعجب من دیدم این مرد بزرگ 18 جلد تاریخ نوشته در مورد عیسی مسیح، حضرت عیسی مسیح، فقط شاید 1.5 صفحه بیشتر ننوشته. که خب یه پیغمبر مرسلی بوده از دید مسلمانان و حتی مسیحیان هم که خب دیگه به عنوان لرد قبولش دارن. در بخش سوم وقتی من در جلسه اون که زندگانی حضرت محمد رو میخونم، در تمام این کتاب آنچه که به من به اصطلاح دانسته شد این استش که استانداردهای کنونی حضرت محمد توی قطاع تاریخ بیشتر نبوده. چون مرتب آدم میفرستاده، گروه میفرستاده این برابر به قبایل یهودیان دوربر مدینه یا هر جایی که آقا برین آلمانان رو شروع بگیریم بیارین، هر کم که مخالفت میکرده میگرفتن و مردانشون رو میکشتن و زنان و بچه هاشون هم اسیر میکردن، به زنی میگرفتن. این چیزی بودش که اینجا هستش. بله، ولی وقتی که ما جلد اول رو مطالعه میکنیم در مورد پیدایش جهان، درست دیگار کتاب مثلا کلیات چهل توتی مثلا میخونی یا کتاب افسانه‌های اجازه بدین عزیزم، اجازه بدین خدمتتون توضیح بدم چون وقتمون هم داره تموم میشه. اجازه بدین مثلا ببینم که اگر ما اینو به عنوان سند تاریخ که تو جلد راجع به حضرت محمد است بگیریم، پس چرا ایشون این چیزای افسانه‌های عجیب و غریب و در مورد پیدایش بله اجازه بدین خدمتتون توضیح بدم. اجازه بدین، قبلا هم گفتم اجازه بدین خدمت توضیح بدم. بله بله، ممنونم عزیزم، خیلی لطف کردین برادر. ممنون می‌کنم، خیلی متشکرم. قربان شما، درود بر شما. ببینید عزیز من، در روزگار قدیم تاریخ نویسی به صورت یک علم از قرن 18 همه که آمده. مورخ قدیم حدی قائل نمی شد بین میتولوژی، اسطوره، حماسه و تاریخ. این است که به طور سنتی مورخان اسلامی از طبری و واقدی گرفته تا همین عرض کننده نویسنده ناسخ التواریخ، اینها می آمدن و تاریخ جهان را از پیدایش آدم شروع می کردن. یعنی در حقیقت این اساطیر الاولین
که میشه بعد گفت اینا میتولوژی قوم یهود هستن، اینها رو وارد تاریخ میکردن، مینوشتن از آدم و حوا و ببخشید نوح و ابراهیم و اینها مینوشتن و میامدن تا عرض کنم که روزگار گذشته اون چی به دستشون رسیده بود اینها رو وارد میکردن این کتاب تا روزگار خودشان. در روزگار خودشان دیگه مورخ میمرد، تاریخش به جای میماند، مورخ بعدی میومد مطالب او رو میگرفت ادامه میداد تا روزگار خودش. مثلا بزرگترین مورخ اسلام بعد از محمد بن جعفر طبری عزالدین ابن عسیر است. ابن عسیر تاریخ عظیمی نوشته، همون مطالب طبری رو آورده، منتها چون چند قرن این آقا جدیدتر هست به ما تا چیست، تا طبری وقایع روزگار خودش هم نوشته. ما نباید توجه کنیم به اون اساطیر که حالا یونس در دهان ماهی شد و نوح سوار کشتی شد، اینها رو ایراد تاریخ نویس اون روزگار نیست، به جهت اینکه تاریخ نویس اون روزگار بهتر از اون نمیدانست. اون چه مهم هست آن است که وقایعی که اون گزارش کرده در باب اون چه اتفاق افتاده است در صدر اسلام و بعد از آن اهمیتش از اینجاست. وگرنه مورخ امروز دیگه توجهی به نوح و موسی و کشتی شده نمیدونم عصا اژدها شده اینها دیگه جزء تاریخ محسوب نیست. یک مورخ عالم امروزین اینها رو جزء میتولوژی اقوام به حساب میاره. در روزگار قدیم مرزی نبود. این هست که توجه داشته باشید به این داستان. و در ایران ما هم سنت تاریخ نویسی جدید نبود تا همین روزگار اخیر. شاید آخرین تاریخی که به شیوه سنتی تحریر شده همین ناسخ التواریخ هست که در زمان ناصرالدین شاه نوشته شده. اون همین کار کرده، نوح و آدم و نمیدونم یعقوب و شعیب و از این داستان ها و این آثار دینی و مذهبی رو هم وارد کرده، بعد وقایع رو نوشته. این هاست که البته عرض کردم باعث توجه کرد و مرزی قائل شد بین میتولوژی و تاریخ. این هست عزیزم، شما وقتی وارد شوید به قضایای اسلام و بعد از اسلام و ماجرای مرگ رسول و جنگ های عرب و این قضایا قیامت کرده. واقعا بهترین تاریخ رو، یعنی اولین تاریخ نویس بزرگ ایران و یکی از مورخان بزرگ جهان همین محمد بن جریر هست. خیلی خیلی عرض کنم که مشکل گشایی کرده و جلو خرافات بعدی رو گرفته. یعنی یکی از رفرانس های بزرگ تبریز. پیش از او البته دو باقدی ما داریم، دو باقدی عرض کنم که بلازوری و ابن کلبی، اینها کسانی بودن که چیزهای دیگر نوشتن و تبری با توجه به اونها تاریخ کبیر خودش رو تحریر کرده. این رو فراموش نفرمایید. تعداد کمی باز از این تاریخ ها برجاست که شما میتوانید زنگ بزنید. من واقعا نمیدونم چند جلد دیگری مونده چون من وارد مطالب نیستم، مسئولیت اینها بر عهده آفیس هست و سکا خانم افشار، و اطلاعات رو ازشون بگیرید. وقت ما در اینجا به پایان رسید. فردا شب در باب حافظ صحبت میکنیم. روزگار رو بسیار از هموطنان میگن آقا حالا این حافظ رو رهاش کنیم، راجع به خاتمی صحبت کنیم، ببینیم چه میکنیم تا چه پیش آید، چه فردا شود فکر فردا کنیم. ممنونم که توجه فرمودین. ممنونم از دوست گرامی هنرمندم فرید که آمدن اینجا هنوزن نشستن و دارن به حرفای ما گوش میکنن. بعد از این هم میرویم و با فرید عزیزم یک صحبتی میکنیم در باب کار قشنگ کردن. فردا شاید بتوانیم اینها رو پخش کنیم برای شما. از مهیار عزیز که برنامه رو هدایت فنی کرد سپاسگزارم. از همه شما دوستان گرامی که به این برنامه توجه دارید قلباً سپاسگزاری میکنم. تا فردا شب درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.